به نام خدا و دوستان عزیز سلام من سعید هستم از کانال الوتک مارکت و با یک ویدیو دیگه در خدمت شما هستم مداری که در اینجا بسته شده یک مدار ترموستات برقی هستش که بین دو تا دمای مشخص عمل میکنه و حالا خروجی برای ما فعال میشه میتونه این رله رو روشن کنه که حالا ما با این رله بتونیم مثلا یک مصرف کننده ای رو روشن یا خاموش بکنیم خب اگه بخوایم از تغذیه مدار صحبت کنیم این مدار با یک ولتاژ DC کار میکنه و شما باید حتما یک ولتاژ مثلا 5 ولت صاف شده به این مدار اعمال بکنید تا به خوبی براتون کار بکنه شما برای اینکه توی ساخت منبع تغذیه هم جویی بکنید میتونید از منبع تغذیه خازنی استفاده بکنید و منبع تغذیه خازنی رو ما قبلا آموزش دادیم در نتیجه لینکش رو تو قسمت توضیحات براتون میذارم که چطوری میتونید با کمک چند تا قطعه ساده و بدون ترانس و به راحتی یک ولتاژ 5 ولت ثابت رو از 220 برای این مدار آماده کنید چون این مدار جریانش خیلی کمه نکته بعدی که باید در موردش بدونیم تقسیم ولتاژی هستش که بین این دوتا مقاومت یعنی این مقاومت ثابت و این مقاومت متغیر داره اتفاق میفته و یک ولتاژ مرجع داره ساخته میشه برای آیسی ال ام 358 حالا ما باید یه ولتاژ دیگه ای رو بیایم با این ولتاژ مرجع مقایسه کنیم تا خروجی پایه شماره یک ما حالا یا یک بشه یا صفر و این خروجی بره به بیس این ترانزیستور و باعث روشن شدن حالا این ال و یا مثلا این رله بشه که بتونه یه کاری رو برای ما انجام بده در واقع فرمان همون پایه شماره یک هستش اگه در مورد LM358 میخواین اطلاعات بیشتری داشته باشین ما قبلا یه ویدیو گرفتیم که لینکش رو براتون بیستانی آخر همین ویدیو یا دو قسمت توضیحات میذارم که به راحتی بتونید اطلاعاتتون رو در مورد LM358 کامل کنید حالا ما برای پایه ورودی مثبتمون اومدیم از یک آیسی استفاده کردیم به اسم LM35 که یک سنسور دما هست درست شبیه پکیج TO92 ترانزیستور ها میمونه اما در واقع این یک سنسور دما هست در مورد LM35 هم اگر بخواید اطلاعاتتون رو بیشتر کنید باز هم یک ویدیو گرفتیم لینکش رو براتون پایین میذارم ولی اینجوری بهتون بگم که شبیه ترانزیستورهای NPN پلاستیکی هست مثل BC547 و پکیج TO92 سه تا پایه داره یه پایه مثبت یه پایه منفی و یه پایه خروجی که این IC در واقع کاری که انجام میده این هستش که نسبت به دمای محیط یک ولتاژی رو رو پایه خروجی خودش ایجاد میکنه که با تغییر دمای یک درجه به یک درجه یک دهم ولت ولتاژ تو پای خروجیش در واقع تغییر میکنه خب اگه این ال 35 رو برو خودتون بگیرید پای سمت چپش میشه مثبت و دقیقا باید بس بشه به مثبت مدار پای وسطش میشه پای خروجیش که دقیقا وارد ورودی مثبت lm 358 شده و پایه سمت راستش هم میشه منفی که خورده به منفی مدار حالا هر چقدر دمای مایع تغییر بکنه اوتپوت یا همون خروجی این آیسی وارد پایه شماره 3 میشه و با این تقسیم ولتاژی که ما اینجا انجام دادیم به عنوان مرجع مقایسه میشه حالا ما این پتانسیومتر رو جوری تنظیم کردیم که ولتاژ پایه منفی از مثبت بیشتره در نتیجه اگر ما این LM35 رو کمی گرم کنیم چون ولتاژش تغییر میکنه و باعث میشه که ولتاژ پایه 3 بالاتر بره در نتیجه خروجی LM358 میتونه با فرمانی که به بیس این ترانزیستور میده باعث شه که این رله روشن بشه خب ما الان مدار رو جوری تنظیم کردیم که توی دمای محیط یعنی اینجا که الان هستیم رو سی درجه خاموشه و کافی هستش که یک مقداری حرارت بدیم به lm 5 من خودم LM35 رو تاچ میکنم و با گرمای دستم یک مقداری بهش حرارت میدم و منتظر میمونیم که در واقع گرما بالاتر بره و ببینیم که مدار عمل میکنه یا نه میخوام حساسیت مدار رو بهتون نشون بدم و این عمل باعث میشه که شما بتونید به راحتی توی محیط از این سنسور استفاده کنید و میبینید که الان خروجی عمل کرد و حالا اگه یه مقدار سب کنیم دوباره دمای LM35 میتونه پایین بیاد و باز خروجی رو خاموش بکنه خب دیدیم که بعد از گذشت یه مدت کوتاهی دوباره LM35 که خنکتر شد باز باعث شد که در واقع ولتاژ پایه شماره 3 که مثبت هست از پایه منفی پایین تر بشه و خروجی ما خاموش بشه و مدار عمل بکنه از این مدار خیلی جا میشه استفاده کرد برای کنترل دما میشه استفاده کرد توی مدارات مم تغذیه که حالا گرما تولید میکنن برای محافظت از مدار میتونیم استفاده بکنیم حالا بریم روی شماتیک مدار و یه توضیح هم روی شماتیک بدیم خب تصویری که دارید اینجا میبینید شماتیک همون مداریه که به صورت عملی بستیم ما اینجا یک آیسی ال 358 داریم که فقط از یکی از مقایسه کننده هاش استفاده کردیم که به این مقایسه کننده کامپریتور هم میگن پایه 8 و چهار پایه های تغذیه آی سی هستن به زمین وصل میشه 8 به مثبت ما برای تغذیه مدار از یه ولتاژ 5 ولت دی سی استفاده کردیم خروجی این کامپریتور پایه شماره یک هست و دو تا ورودی هاش پایه شماره سه و دو پایه شماره سه مثبت پایه شماره دو منفی در نتیجه این دو تا ولتاژ با هم مقایسه میشن اگر ولتاژ ورودی پایه شماره 3 از 2 بیشتر بشه خروجی ما روشن میشه و این ولتاژ میتونه به عنوان فرمان وارد بیس بشه و یک عملی رو برای ما انجام بده که در ادامه براتون توضیح میدن. خب ما برای مرجع پای شماره دو اومدیم با کمک تقسیم ولتاژی توسط این مقاومت 10 کیلو و این پتانسیومتر 10 کیلو یک ولتاژی رو, رو روی این پایه دو قرار دادیم به عنوان مرجع حالا توی این lm ام 35 روی پایه شماره دو که خروجی هستش یه ولتاژی وارد پایه شماره 3 میشه دو تا پایه ها با هم مقایسه میشن اگر ولتاژ این پایه از این پایه بالاتر بره در نتیجه خروجی ما یک میشه و این ترانزیستور رو روشن میکنه اگر این ولتاژ تر بیاد ترانزیستور خاموش میشه lm ام 35 هم که گفتیم یک پکیج تی او 92 هست تا پایه داره پایه یکش میشه ولتاژ مثبت پایه شماره سه به زمین وصل میشه و پایه شماره دو هم میشه خروجی حالا ما اینجا تو خروجی یک مقاومت یک کیلو قرار دادیم به بیس این ترانزیستور آسیب نرسه و این ترانزیستور زمانی که فرمان میاد روشن میشه و کلکتور به امیتر راه میده سر راه کلکتور به امیتر یه دونه رله قرار دادیم ولتاژ 5 ولت وارد بوبین این رله میشه و از این طریق میاد زمین میشه در نتیجه این رله انرژایز میشه یا برقدار میشه و باعث میشه که کنتاکتورش عمل کنه حالا شما میتونید از این کنتاکتورها به عنوان یک قر... سویچ قطع و وصل استفاده کنید و یک مصرف کننده 220 ولت رو روشن کنید یک فن قوی رو روشن کنید فقط باید به این نکته دقت کنید که حتما از رله استفاده کنید که از نظر تحمل آمپر بتونه اون مصرف کننده شما رو پشتیبانی کنه خب یه دونه دیود اینجا قرار گرفته که کاتودش خورده به ولتاژ مثبت و آنودش اومده خورده به پایین بوبین رله و به قسمت در واقع کلکتور این ترانزیستور دلیلش چیه دلیلش اینه که وقتی که این ترانزیستور خاموش میشه و ارتباط این بوبین رو با زمین قطع میکنه انرژی زیادی توی خود همین سیمپیچ رله جمع میشه و این انرژی ممکنه بزنه این نیمه هادی رو بسوزونه ما برای اینکه جلوگیری کنیم از این اتفاق میام یک دیود رو به صورت معکوس در اینجا قرار میدیم به این دیود میگن فری ویلینگ دیود یا دیود هرزگرد که کاری که انجام میده این از انرژی که توی این سیمپیچ هست رو میاره و دوباره از این مسیر داخل خود سیمپیچ مصرف میکنه و باعث میشه که این انرژی از بین بره و جلوگیری کنه از آسیب رسیدن به نیمه هادی های ما حالا ما برای اینکه یک سیگنالی هم داشته باشیم که بتونیم متوجه بشیم که الان مدارمون روشن هست یا خاموش میتونیم از این LED استفاده کنیم ولتاژ 5 ولت وارد LED شده و با کمک یک مقاومت 330 اومی میاد به این قسمت از ترانزیستور یعنی به کلکتور ترانزیستور وصل میشه هر موقع که ترانزیستور سویچ کنه و به زمین وصل بشه هم این رله روشن میشه هم این LED و ما از این طریق میتونیم متوجه بشیم که الان رله ما روشنه یا خاموش خب نکته دیگه باقی نمیمونه در مورد این مدار و اگه چیز از قلم افتاد لطفاً تو قسمت کامنت ها سوال کنید سعی میکنم جواب بدم و تمام لینک های مرتبط با قسمت هایی که حالا توی این ویدیو توضیح ندادیم رو هم براتون تو قسمت توضیحات میذارم این ویدیو هم همینجا به پایان رسید امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه مرسی علایکو و کامنت های دلگرم کننده تون اگر عضو کانال نیستید لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنید و دکمه زنگوله رو فعال کنید تا در صورت انتشار ویدیو چک براتون نوتیفیکیشن بیاد مرسی که ما رو تماشا میکنید بر همهتون آرزو سلامتی میکنم و تا یک ویدیو دیگه شما رو به خدا بزرگ میسپارم خدا Yeah.